درود خدمت همه عزیزای دلم. آقا ما اومدیم یه دونه تعمیرات انجام بدیم و یه دونه زنجیر برای روستر، حالا بخواسته و تاکید صاحبخونه بازش نصب کنیم که برخار این کار بازش انجام نداد، حالا به هر شرایطی که بینشون بود. این هم از سقفمون و بین دوتا تیرچه اون الی که وجود داشت توی اون ویدیوی اسکوپ یونلید اگه یادتون باشه، این میله گرد رو بریدیم، اندازه گرفتیم بریدیم، یه چند سانت بزرگتر گرفتیم، روی اون ال سر تیرچه قرار بگیره و زنجیر رو در مرکزش نصب کردیم که کاملا محکم بشه و وزن کاملا تحمل کنه. حالا این برخاری و هر شرایطی که توی این ساختمون بود، حالا اصولی بود یا نبود، به این قسمت ما رسیدیم و باید انجام بدیم به هر حال. خب ما گچ زیرکار ساختیم که مخصوص لکه‌گیری باشه و زود بتونیم روش سفید انجام بدیم و هیچ مشکلی ایجاد نشه. یه مقدار از گچ رو به ته شکافمون میزنیم، لولو خرطومی رو میذاریم و دوباره میایم اونو میپوشونیم و حواسمون رو میذاریم که سطح کارمون برجسته نشه و هی تلاش میدیم تا سطحش هم سطح سازی رو انجام داده باشیم دیگه. به هر حال مرکز هم حواسمون بذاریم که قشنگ مغزدار گچ بزنیم داخل شکاف که بعدن ما رفتیم هنگام نصب برق و هر چیزی دوروبرش ترک نخوره و تو ذوق نخوره. و همینجوری که مشاهده میکنین همزمان تراش میدیم، گچ میزنیم، تراش میدیم و داخل شکاف و کاملا مغزدار گچ میزنیم. درباره نحوه ساخت این نوع گچ برای لکه‌گیری یه ویدیو داریم، اگر اونایی که ندیدن و تازه با ما آشنا شدن میتونین اون ویدیو رو ببینین، داخل دیسکریپشن لینکشو میذارم و آخر همین ویدیو بازم براتون لینکشو میذارم. خب ممنون میشم بعد دیدن ویدیو رو لایک بکنین، یک کامنت یا یک استیکر قلبارمون بذارین که تا انرژی بگیریم و داخل یوتیوب بتونیم دووم بیاریم. و اونایی هم که تا الان ما رو سابسکرایب نکردن، ممنون میشم که سابسکرایب بکنن و از بچه های ساختمون حمایت بکنن. دمتون گرم. بریم سر ادامه کارمون. خب همینجور که داریم میبینیم ما گچ میزنیم و هر جا که احساس بکنیم که نیاز داره با دست فشار بدیم که کاملا، چون این الان داره دو گچه میشه، با یه تیکه شمشه یا چوب MDF قشنگ تراش میدیم. بازم میگیم حواسمون باید باشه سر اینکه موج نیفته، چون این دور تا دورش ریسه نور مخفی میخوره و وسطش هم که حالا طبیعتا روسته و هر نوری میخوره و نور زیادی متمرکز میشه روسته، کوچکترین موج اشکال میگیره. با یه مقدار گچ شل میایم قسمت های تعمیر شده رو صافکاری میکنیم آماده بشه برای آستر کشیدن، یا حالا اونایی که زنده کار میکنن برای زنده کشیدن. مرحله آستر کشیدن قدم اولمون اینه سقفو مرطوب بکنیم. ببینید ما هنگام لکه گیری کردن میتونستیم آب بریزیم، ولی به خاطر اینکه زیاد ریخت باش نشه لکه گیری رو قشنگ انجام دادیم اصولی، بعد اومدیم آب ریختیم که دیگه دوباره آب نریزیم، چون گچ زیر کار خشکه، اگه اون زمان آب بریزیم دوباره باید میریختیم. قدم دوم بعد خیس کردن سقف یا همون مرطوب کردن میایم آسترمون از یک کنج شروع میکنیم بکشیدن و حواسمون هم باید کامل باشه، چون وسط سقف نور روش خیلی متمرکزه. ببینید یه توضیح درباره سبک زنده و کشته بدم. ببینید دوستان،
سبک کشته رو من انجام میدم و خیلی هم قبول دارم، حالا به دلایلهای مختلفی. کشته کشتن خوبیش اینه، مثل نقاشی انگار شما با اثر کشیدن سقف زیر کارتون رو میایین بتونه‌کاری، انگار بتونه‌کاری، یعنی یه دور گش روش میزنیم، صافکاریش انجام میدیم، بعد میایم رو کار همون کشتمون رو روش میکشیم که در نهایت سطح کارمون بدون موج لگ و انگار یه دونه کاغذ گذاشتیم روی سقف و سالهای سال هم واسمون دووم داره گش کشته. نخورده شاید کشیدنش حالا نکات داشته باشه که من توی این کانالم خیلی دارم روی این قضیه مانور میدم که واقعا سبک فراموش شدهی داره میشه، ولی سبک خیلی خوبیه، هم فشار بدنی کم و هم کیفیت. الان هم داریم کشتمونه رو سقفمون میندازیم. ببینید از همون جایی که آسترمون رو شروع کردیم از همون جا هم دوباره داریم کشته رو میندازیم، یعنی از هر جا شروع کردیم همه مراحل کارمون رو از همونجا شروع میکنیم دوباره و دقت میکنیم که مغزدار گچ بذاریم، حالا چه زنده چه کشته فرقی نمیکنه. میرسیم به مرحله ریسیدن. بخاطر اینکه ویدیو زیاد نشه من اومدم به این ترتیب ویدیو گرفتم که به شما نشون میدم مراحل کاره. اینم از ریسه کشیدن، از همون جایی که آستر کشیدیم از همون جا کشته کشیدیم و از همون جا هم داریم شروع میکنیم به ریسه زدن. خب این دوتا لینک ویدیو، یکیش مال ساخت گچ زیر کاره برای تعمیرات و یکیش هم ساخت گچ کشته است، میتونید از همین جا وارد بشین و نگاه کنید.